سرخط خبرها طالبان حمید خراسانی را خل سلا و زندانی کردن ندا محمد ندیم دعوت مناظره روحانی هیراتی را به پاسخ گذاشت ملا اصن آخن مستوی مولانا جلال دید محمد بلخی شاهکار ادبی به سطح بین المللی است شبکه همبستگی زنان ترکتبار کشور در رژیم سه ساله طالبان حقوق بشر نقص شده است. توقف دو, دو هزار موتر باربری در مسیر پشاور طالبان آماده ایم برای حل مسائل بازدارنده همکاری کنیم. و روزنامه هیل سه سال است که در افغانستان آپارتایت جنسیتی جریان دارد. سلام دوستان به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. ندا محمد ندیم دعوت مناظره روحانی هیراتی را به پاسخ گذاشت. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان پس از گذشت سه روز هنوز به دعوت سبغت مولوی زاده عضو دارالعلوم دینی هرات برای مناظره پاسخ نداده است. آقای مولوی زاده روز دوشنبه 5 سنبله آقای ندیم را به مناظره درباره حق آموزش زنان فراخوانده بود. سبغت عضو دارالعلوم هرات روز دوشنبه با پخش ویدیوی اظهارات اخیر وزیر تحصیلات عالی طالبان درباره من آموزش دختران را نظر شخصی او خان و گفت علمان دینی افغانستان و جهان اسلام با آن مخالفند این روحانی سرشناس با تاکید بر اهمیت آموزش دختران ندا محمد ندیم را به مناظره علمی در حضور رسانه ها فرا خان. این عضو دارالعلوم هرات گفت با توجه به اینکه وزیر تحصیلات عالی طالبان علمان دینی را برای بحث شرعی درباره آموزش دختران به چالش کشیده است دارالعلوم هرات آماده است تا در این زمینه با او مناظره کند وزیر تحصیلات عالی طالبان روز یکشنبه در برنامه گزارشدهی از فعالیت‌های این وزارت در زمینه ممنوعیت آموزش زنان گفت کسی که صلاحیت دینی ندارد نباید خود را در مسائل آموزش زنان مفتی بداند ندیم به خبرنگاران هشدار داد که طور که آموزش دختران بالاتر از سنف ششم ملعق است سوال در این مورد نیست تا امر ثانی ملعق خواهد بود طالبان عبدالحمید خراسانی را خلسلا و زندانی کردند منابع آگاه گفتند که طالبان عبدالحمید خراسانی یکی از فرماندهان پیشین این گروه را بازداشت و زندانی کردند منابع روز پنجشنبه هشت سنبوله به روزنامه هشت صبح گفتند که طالبان خراسانی را به کمیسیون نظامیشان در کابل خواستند و سپس وی را بازداشت کردند به گفته منابع خراسانی به دستور محمد حسن آخن رئیس الوزرای طالبان خلصلا و زندانی شده است هرچند تا اکنون به گونه دقیق دلیل بازداشت خراسانی معلوم نیست اما منابع ادعا کردند که این فرمانده طالبان به خاطر اظهارات اخیرش درباره ایران بازداشت شده است منابع افزودند که خراسانی از سوی شبکه طالبان به شاخه قنداری های این گروه فروخته شده است. گفتنی است که عبدالحمید خراسانی فرمانده قطع بذری طالبان چند پیش دولت ایران را کفری و ظالم خوانده و مردم ایران را مشرک و بدتر از یهود و نصارا خطاب کرده بود. او از یوانان ماجر افغانستان خواسته بود تا ایرانی های ظالم را با مرمی و چاقو به قتل برسانند. ملا اصن آخن مصنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی شاهکار ادبی به سطح بین المللی است ملا محمد اصن آخن رئیس الوزرای طالبان در تازه ترین اصاراتش به تمجید از مولانا جلال الدین محمد بلخی شاعر و عارف بزرگ زبان فارسی پرداخته است این مقام طالبان روز چهارشنبه هفته سنبله در پیام با کنفرانس نقش مولانا جلال الدین محمد بلخی در رشد ادب و فرهنگ اسلامی که از سوی علومی برگزار شده بود گفته است که جهان با نام و افکار مولانا آشنایی دارد او همچنان خاطر نشان کرده است مولانا جلال محمد بلخی به خاطر افکار عالی و آثار مفید و علمیاش شهرت جهانی دارد ملا محمد حسن آخن افزوده است که بلخی در رشد ترویج و شناسایی ادب و فرهنگ تابناک اسلامی نقش ارزشمند ایفا کرده است و کتاب مشهور وی مصنوی معنوی از شاهکارهای ادبی و عرفانی به سطح بینالمللی شمرده می شود شبکه همبستگی زنان ترکتبار کشور در رژیم سی ساله طالبان حقوق بشر نقش شده است شبکه همبستگی زنان ترکتبار افغانستان می گوید که در سی سال سلطه طالبان در کشور حقوق بشر به طور گسترده نقص و جامعه با بحران حقوق بشری روبرو شده است شبکه همبستگی زنان ترکتبار افغانستان این اظهارات را روز پنجشنبه به هشت با نشی اعلامیه در واکنش به منمویت سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان و قانون جدید امر بن معروف نهی از منکر طالبان بیان کرده است این شبکه افزوده که طبق گزارش های شورای حقوق بشر سازمان ملل محرومیت زنان از حقوق اجتماعی و آموزش، خشونت علیه زنان، کشتارهای تلافی جویانه، محدودیت بر آزادی بیان، خشونت در برابر اعتراضات مدنی، نقص حقوق مدنی و سیاسی شهروندان افغانستان، محدودیت بر آزادی مذهبی، افزایش خشونت های مذهبی، افزایش خشونت قومی و کوچجباری، مهمترین مسادقهای نقص حقوق بشر در افغانستان است. توقف 2000 موتر باربری در مسیر پشاور طالبان آماده ایم برای حل مسائل بازدارنده همکاری کنیم ادامه توقف موترهای باربری حامل میوی تازه و سبزیجات افغانستان در مسیر تورخم پشاور سفارت طالبان در اسلام آباد بر حل مسائل بازدارنده تجارت میان دو طرف تاکید کردند سفارت طالبان در اسلام آباد چهارشنبه شب هفته سنباله با نشر در اکس گفته که توقف موترهای باربری در فصل میوی تازه و سبزیجات افغانستان میلیون ها دلار به تاجران کشور زیان وارد کرده است. طبق اعلامه سفارت طالبان پس از بارها مسدودیت گذرگاه ترخم این بار راه بدیل در منطقه کاگیار از مربوطات دره خیبر و جاده جمرود توسط جمع کوچک بسته شده است. روزنامه هیل سه سال است که در افغانستان آپارتایت جنسیتی جریان دارد روزنامه هیل در گزارش نوشت قانون امر بن معروف طالبان خیانت امریکا و متحدانش نسبت به حقوق زنان افغان برجسته می کند این روزنامه نوشت با خروج امریکا از افغانستان پیشرفت های 20 ساله زنان افغانستان نبود و آنان از زندگی عمومی حذف شدند روزنامه هیل امریکا روز چهارشنبه هفته مسنبله به نقل از پرستو حکیم فعال حق آموزش نوشت که آنچه در سه سال گذشته در افغانستان جریان داشته مصادقت و پرتایت جنسیتی علیه زنان است این رسانه همچنان از قمل خانم حکیم نوشت که محدودیت‌های های طالبان بر آموزش دختران ممکن است به مدارس ابتدایی نیز سرایت کند سپاس که تا این با ما بودید کافی چینل را سبسکرایب و ویدیو را لایک کنید